باز هم خوش آمدید به کانال خودتان. حکیم تنویر، اگر قدرت داشته باشم دختران ازاره را با مردان پشتون نکاح میکنم. تا آخر این ویدیو ما را دنبال نموده و نظریات خود را با ما شریک سازید. مختصر زندگی نامه محمد علی تنویر، نامزاد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، متولد 29 میزان 1331 در باغ علی مردان کابل. او فرزند دکتر محمد امین تنویر و نواسه دکتر صاحب دین خان که از اولین اتباع دربار امامی و محمد نادر شاه. تخلص تنویر هم عدی علی حضرت محمد نادر شاه به پدر کلانش است که بعد از مداوای شاه که از بیماری روانی و کسالت و بیخوابی مداوم رنج می برد به دست آورد و شاه به گفته او بود که برای همیشه تنویر باشد. مادرش بی بی آجی همدم سلطان نام دارد که یکی از تحصیل کردهای لیسه ملاله و دختر مرحوم غلام جیلانی خان یکی از روشنفکران و اتباع دوره مشروطه خواهان بود. تحصیلات دینی و فراگیری قرآن عظیمشان را نزد مادر بزرگوارش آموخت. دوره ابتدایه در مکتب دقیقه بلخی و به درجه عالی فارغ شده و بعد از امتحانات کنکور و لیسه ابیبیه شامل شد. خانواده آنان از شهر کنه کابل به کارته پروان کوچ کردند. اولین مقاله او در سال 1346 در مجله ژوندون به نشر رسید. در سال 1348 اولین داستان کوتاه او به نام شب امتحان در مجله ژوندون به نشر رسید. او همچنان از آغاز صنف دهم به فعالیت های اجتماعی سارندوی شامل شده و در جمهوری سال 1349 که از تمام لیسه های کابل در پغمان برگزار شده مقام اولین را با فعالیت ها و ابتکاراتی که داشت از بلقیس رئیس افتخاری سارندوی افغانستان به دست آورد. او به ورزش های مختلف علاقه داشت و در تیم باسکتبال لیسه ابیبیه نیز در مسابقات شرکت میکرد. بعد از انفاذ قانون اساسی دوره مشروطه محمد ظاهرشاه، علیم تنویر با علاقمندی سرشار به تحولات سیاسی اجتماعی افغانستان هم جریانات سیاسی و نشریات آزاد غیر دولتی را اشتراک نموده و مطالعه می‌کرد. او اکثر اوقات خود را با نوشتن داستان، اشعار و مقالات و هم مطالعه سپری می‌نمود و نوشته ها به طور مستمر در نشریات دولتی انیس که میکیان و انیس، شوهنده پشتون، مجله لمر، مجله پیام حق نشر میشه. علیم تنویر در امتحان کنکور 1392 پوهنتون کابل و پوهنزه ادبیات و علوم بشری در رشته ژورنالیسم پذیرفته. خب از این هم بود مختصر زندگی نامه حکیم تنویر. نوار تصویری که صحبت های محمد علی تنویر در شبکه های اجتماعی و صورت گسترده در حال انتشار است نشان می دهند وی در یک محفل رسمی در مورد تساوی حقوق اجتماعی در افغانستان صحبت کرد. او در بخش از سخنان می گوید اگر او قدرت داشته باشد دختران ازاره را به پسران پشتون نکاح می کند تا از این طریق تساوی اجتماعی به میان آید. او در بخش دیگر از سخنان می گوید اگر اینکه در افغانستان تساوی حقوق پیاده شود افراد چون جنرال دوستم و محمد محقق باید از میان برداشته شد. بشیر احمد تنیج سخنگوی عضو جنبش به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم در واکنش به گفته های محمد علی تنویر به خامه پرس گفت اگر آقای تنویر بخش زیاده از عمرش را در بیرون از کشور گذارنده و از واقعیت های افغانستان دور مانده است. وای همچنان می گوید که از گفته های آقای تنویر چنین برمی آید که او دنبال نفاق افغانی بین اقوام افغانستان است. در همین حال محمد محقق از رهبران ازاره
در گفتگو با خما پرس ادعا می کند که محمد علیم تنویر عضو دسته انتخاباتی دولت ساز است و گفته های او دیدگاه آن تیم را بازگو می کند.